سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. توی این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 81 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار به اسم زمن نگارم اثر استاد درویش خان رو با هم دیگه کار بکنیم. یه تصنیف قدیمی و خیلی معروف که احتمالاً همگی شنیدینش و اجرا کردنش خیلی خیلی لذت بخشه. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک بکنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. با یک کار ساده، با یک لایک کردن ساده میتونید من رو حمایت کنید و به من انگیزه بدید که این مسیر رو هر چه بهتر ادامه بدم. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که یه ویدیو خوب داشته باشید. خب این قطعه شماره 81 یه قطعه 6/8 و تمام الگوهاش رو تقریبا تو درس‌های قبل کار کردیم و یاد گرفتید. میریم با هم دیگه جمله به جمله پیش میریم و اگر نکته خاصی توش بود با هم دیگه بررسی میکنیم. جمله اول از اول شروع میشه. نوتامون هست سی دو سی لا سول فا سول فا سول فا می فا سول فا می ره می می فا سولا. این می فا سولا که توی ولت یک اومده جمله رو وصل میکنه به تکرار، که از اول دوباره این قسمت رو تکرار میکنیم، دوباره همین قسمت تکرار میشه. بار دوم به جای ولت یک ولت دو که فقط یه دونه می هست اجرا میشه. براتون اجراش میکنم که متوجه بشید که این جمله چطوری قرار اجرا بشه. سی دو سی لا سول فا سول فا سول فا می فا سول فا می واضحه. با شمارش اجراش میکنیم. یک دو سه چهار پنج شیش، 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 یک دو سه چهار پنج شیش. خب البته الان که ما رسیدیم به اواخر این کتاب و فرض من این هست که شما دیگه میتونید جمله های بلندتر رو به خاطر بسپارید و حفظ بکنید، ولی اگر احساس میکنید براتون سخته میتونید همین جمله‌ای که کار کردیم رو نصف بکنید. مثلا دو میزان اولش رو جدا تمرین کنید، وقتی خوب یادش گرفتید پسش کنید به دو میزان بعدی. یعنی مثلا بزنید سی دو سی لا سول فا سول فا سول فا می، اینو بیاید تمرینش کنید رو ساز. سی دو سی لا سول فا سول فا سول فا می، اینو که خوب یاد گرفتید حالا تیکه دوم فا سول فا می بس کنید بهش، یعنی خودش رو تمرین کنید، حالا اتصالش رو تمرین بکنید که اون جمله کامل شکل بگیره. میریم سراغ جمله بعدی. سی دو سی لا سول فا سول لا سی می فا سول لا سی می. این چهار تا میزان یه جمله رو تشکیل میده، اجراش میکنیم. سی دو سی لا سول فا سول لا سی می فا سول لا سی می. با شمارش حواسمون به سکوتی که توی خط سوم میزان دوم هست، سکوت سیاه باشه، یک دو رو باید بشماریم، سکوت کنیم. از ضرب سه جملهمون شروع میشه. یک دو سه چهار پنج شیش، یک دو سه چهار پنج شیش، یک دو سه چهار پنج شیش، یک دو سه چهار پنج شیش. و بعد تیکه بعد، یعنی از میزان آخر خط سوم تا خط پنجم میزان اول که ولت دو هست، دقیقا تکرار اون جمله اولی که الان با هم دیگه کار کردیم. پس یه دور من از اول تا اینجا رو اجرا میکنم که بشنوید. پس عملا 4-5 خطی رو که زدیم خیلی چیز پیچیده ای نبود، خیلی جمله های شبیه به هم داشت و الگوهای از نظر شمارشی هم خیلی الگوهاشون شبیه به هم بود. سی دو سی لا سول فا سول فا سول فا می فا سول فا می یک دو سه چهار پنج شیش، یک دو سه چهار پنج شیش. این تکرار بالاست. به
بسیار عالی. میریم سراغ جمله بعد. خط پنجم از میزان دوم. نوتمون میشه سی می ره می فا سول فا می ره دو سی دو ره می فا. باز دوباره اینم چهار تا میزان. این چهار تا میزان میتونه یه جمله باشه. باز دوباره اینجا اگه سختتونه دو میزان اول تمرین بکنید، ولی اگر میتونید که دوری راحت‌تر و سریع‌تر پیش میرید. اجراش میکنیم روی ساز. سی می ره می فا سول فا می ره دو سی دو ره می فا. شمارشش 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. این شماره رو که میزنید دوباره جمله بعدی تکرار خط اوله. سی دو سی لا سول فا سول فا سول فا می فا سول فا می ره می. همون دوباره جمله بالا تکرار میشه. میریم سراغ قسمتی که نوشته جواب. خط هفتم میزان آخر. یه جفت داریم که این جفته جفت سی و می سیمای زرده. حواسمون به راست و چپش باید باشه. برای نوت می نوت بالایی 8 گذاشته، برای نوت پایینی 7 گذاشته. پس دست راست باید رو می باشه، دست چپ باید روی سی باشه و این دوتا رو باید همزمان میزنیم به این شکل که دوباره هم اجرا میشه. یعنی یه ضرب میزنیم چه 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. دوباره این جفت رو اجرا میکنیم و بعد ادامهش میره دو سی دو ره میره دو سی دو ره میره دو سی لا سول. اجراش میکنیم روی ساز. شمارشش 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. میریم سراغ جمله بعد از قسمتی که نوشته شعر. نوتامون هست فا سی لا سی دو ره دو سی دو ره می فا ره می ره دو دو. باز دوباره چهار میزان. سی لا سی دو ره دو سی دو ره می فا ره می ره دو دو. میشماریم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. جمله بعد دو فا می ره می. میریم صفحه بعد. جفت فا فا دو. این دویی که زیرش 8 گذاشته گفتیم درستش اینه که خرک اول سنتور شما، خرک اول سیمای زرد که نوت می قراره باشه، خرکش رو یکم به سمت راست بکشیم، سیما رو شل بکنیم و یه دوی بم بسازیم اینجا، یه دویی که بمتر از اون دوی زرد هست. توی بعضی از سبک‌ها این کار رو انجام میدیم. حالا شما اگر تو سنتورتون این دوی بم رو دارید، این دو رو که زیرش 8 گذاشته باید خرک اول سیمای زرد بزنید که صدای دوی بم بده. اگر توی سنتورتون این خرک اول میکوکه نباید روی این بزنید چون صدای بدی میده. از همون دوی خرک ششم زرد استفاده میکنید. پس اینجا رو این جفت فا و بعد نوت دو رو اگر پایین داریم اینطوری میشه فا دو. اگه نداریدش میشه فا دو. از دوی بالا استفاده میکنیم و دو میزان بعد که جمله رو کامل میکنه نوتمون هست ره می می ره دو دو. پس از میزان آخر صفحه قبل نوتامون به این شکل میشه دو فا می ره می فا دو ره می ره دو دو. به اون نوت‌های فا دقت کنید. فاهایی که بالاش 9 داره باید خرک 9م اجرا بشه. اینا رو در سایه قبل دیگه یاد گرفتیم. پس فایی که بالاش 9 و خب بین خط اول و دوم میشه خرک 9م سیمای زرد. حالا توی میزان آخر خط اول که بالای فا 2 گذاشته این دو رو باید تاکید گذاشته. میگه حواست باشه که این فا رو باید خرک دوم بزنید. پس اینجا میشه دو فا می می فا دو. حالا توی قسمت بعد که میخوایم می رو تریل بگیریم، تریل می رو گفته با فای 9 بزن، پس میشه اینجا باید بریم بالا بزنیم. خب خط دوم باز دوباره قسمت جواب. دو تا جفت دو داریم و بعدش از نوت دوی پشت خرک میاد پایین، پس میزنیم دو 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 سی لا سول فا فا سی. با شمارش اجرا
این خطو. یک دو سه چهار پنج شش، یک دو سه چهار پنج شش، یک دو سه چهار پنج شش. توی خط بعد، خط آخر، سی لا سول فا می سی می اجراش میکنیم. سی لا سول فا می سی می. پس عملا میشه گفت از بعد از دو تا جفت دوی که داریم، چهار تا میزان بعدی میتونه یه جمله باشه که از یه بار از دو میاد پایین، یه بار از سی میاد پایین. پس بعد از جفت دو تا جفت دو دو دو، حالا از اینجا یک دو سه چهار پنج شش، یک دو سه چهار پنج شش، یک دو سه چهار پنج شش، یک دو سه چهار پنج شش. و بعد اون پاساژی که اون میزان آخر می ره می فا سول لا، این پاساژی که اینجا نوشته شده جمله رو وصل میکنه به اول قطعه. چرا؟ چون بالای خط آخر نوشته دیسی آلفینه، یعنی دا کاپو آلفینه، یعنی برگرد از اول، از اول تکرار کن تا کجا؟ تا خط پنجم میزان اول که فینه هست. پس آخر این قطعه این می ره می فا سولا وصل میشه به اول قطعه که داریم سی دو سی لا سول فا. پس اینطوری میشه رو ساز، پس میشه به اول قطعه و دیگه اون تیکه اول رو تکرار میکنم. خب من یه دور قطعه رو از اول تا آخر براتون با مترونوم اجرا میکنم که بشنوید که چه صدایی باید از سازتون در بیارید شما. مترونوم روی 66 و دو ضربی تنظیم میکنیم. یک دو سه چهار پنج شیش، یک دو سه چهار پنج شیش. با مترونوم دقت دارید که این قطعه در واقع توی دستگاه ماهوره و خب ما الان کوک سازمون بر اساس کوک دستگاه شور انجام شده. اینو حالا برای کسایی میگم که یکم اطلاعات بیشتری دارن، به خاطر همینه که مجبوریم همه رو بیاریم روی سیمای پشت خرک بزنیم، چون عملا این قطعه داره ماهور می بمول اجرا میشه و خب توی ماهور می بمول تغییراتی که ما داریم توی کوکمون سی بمول، می بمول و لا بمول، احتیاج به لا بمول داریم و به خاطر همینه که فقط اون قسمتی که میاد روی سیمای زرد، اون قسمت پایین که حالا توی دستگاه ماهور اشاره میکنه به گوش شکسته، این قسمت هست که میاد پایین توی این قسمت کار میکنه، ولی بقیه قسمت ها همه رو مجبوریم که روی سیمای پشت خرک بزنیم به خاطر اینکه احتیاج به لا بمول داریم و نمیتونیم از این قسمت سیمای سفید استفاده کنیم. علت اینکه یه خورده این قطعه همش روی سیمای پشت خرک و اون قسمت کار میکنه محدودیت کوکیه که ما داریم.
امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک بکنید، همین الان لطفاً لایک بکنید، با همین کار ساده لطفاً من رو حمایت بکنید که من انرژی انگیزه داشته باشم که این ویدیوها رو ادامه بدم. لطفاً برام کامنت بذارید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.